سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. یک سال پیش در چنین روزهایی جنایت اوریان در خیابانهای ایران خودش رو نشون داد، جنایتی که بخشی از آرشیوش رو احیا کردیم، آوردیم توی کانال، گذاشتیم، داریم پخش میکنیم. قطعا برای خیلی از شما حیرت آور خواهد بود. پیشنهاد میکنم حتما مطالب رو در کانال تلگرام ببینید و دنبال کنید. اینجا بفرستیم قطعا هست میشه، به خاطر همین گذاشتیم توی کانال. در سالگرد این ماجرا تعدادی از تروریست هایی که قرار بوده در ایران جنایت بکنن، از بمبگذاری تا کارهای دیگر، بعضیشون با رضا رو به پهلوی کار میکردن، بعضی هاشون با تجزیه طلب ها کار میکردن، بعضی هاشون با مریم منافق کار میکردن، اینها بازداشت شدن، جلوی دوربین آمدن به جهت اینکه کمی صحبت بکنن. همه اینها در شرایطی داره اتفاق میفته که در روزهای قبل چند تا از لیدرهای به اصطلاح خودمون به شدت فعال از خارج از کشور به ایران منتقل شدن، احتمالا در جریان خبر هستید. و همه اینها، یعنی دوتا خبری که برای شما گفتم، در شرایطی داره مطرح میشه که یک اتفاق دیگه هم رخ داده. من دوست دارم عکسش رو برای شما بیارم و خبر رو برای شما بخونم. تصویر منتشر شده از یکی از اعضای گروهک نجس منافقین، گروهک صدامی منافقین، جعفر سهیلیان، که در روزهای گذشته اعلام کردن، گفتن این فرد به هلاکت رسیده است، ماجرا از این قرار بوده، داشته فیلمی آماده می‌کرده از ساخت لانچر و بمب دستساز که برای اونهایی که در داخل دارن، که فیلم بازداشت یکی دوتاشون رو خواهیم دید، بیاد برای اینها آموزش بذاره که اینا چه شکلی بسازن. حین آموزش انفجار صورت میگیره و این آدم به هلاکت میرسه. ماجرای هلاکتی که اخیراً اومدن اعلام کردن، گفتن قهرمان ما جان خودشو از دست داده، از این قرار بوده. سال 1360 از ایران فرار میکنه و درگیری اتفاق میفته، پاشنه پاش آسیب میبینه، بازداشت میشه قبل از فرار. بعد در زندان به صورت کتبی مینویسه که من با گروهک منافقین کاری ندارم، میبخشنش. اینا که میگن اعدام شد، هممونو اعدام کردن، پس تو کجا بودی؟ تو هم زندان بودی؟ آره زندان. پس تو چرا زنده ای؟ حالا من زنده بودم، هممونو ولی اعدام کردن. اوکی، اون یکی تو هم زندان بودی؟ پس چی میگی همه تون رو اعدام کردن؟ حالا اعدام کردن دیگه، ولی اینا همه شون آزادن. این بیشرف بی همه چیز از اونایی بوده که اون موقع اعلام براءت میکنه، آزاد میشه، میره تو عملیات مرصاد به کشور حمله میکنه، برای صدام به کشور حمله میکنه، قصر در میره. از محدود بیشرف هایی بوده که قصر در میره، میره توی ماهای اخیر میخواسته بمب بسازه، آموزش بده، به هلاکت میرسه. بریم فیلم ببینیم از بچه‌هایی که در داخل با اینها کار میکردن و بازداشت شدن. اینها هم برای یک توطئه بسیار نگران کننده و تکان دهنده در حال آماده شدن بودند که ورق به شکل ویژه‌ای برمیگردد و خودشان را در اختیار نیروهای امنیتی در ایران میبینند. دوستان اجازه بدید من کیفیت صدای این ویدیو رو همزمان برای شما، بله، تقویتش بکنم. خبری هم دیروز توی رسانه منتشر شد، خبر یه جورای خنده‌دارم بود. گفته بود که تجزیه طلب ها، ایران اعلام کرده، گفته تجزیه طلب هایی که تو اقلیم کردستان هستن موافقت کردن که خل سلاح بشن و برن از اقلیم کردستان. ببین کلا مدل ما این شکلیه، ما باد گفتگو میکنیم با دشمن، گفتگو میکنیم که بپذیره از اینجا بره گم شه، و اون هم فکر میکنه گفتگو دیگه، میتونه نپذیره بره گم شه، ولی فکر میکنه، بعد میگونه که نه، پیشنهاد خوبیه، مذاکره برد بردیه، میره از اینجا دور میشه. این ماجرایی هست که برای تجزیه طلب‌ها اتفاق افتاده. حالا باز هم این ماجرا حاشیه‌هایی داره، مفصل بهش می‌پردازم. بریم با گزارش بازداشتی‌های اخیر همراه بشیم، برمیگردیم، نکاتی دارم از وزیر کردم. اطلاعات رژیم صهیونیستی با خبرنگاران ضد ایرانی در لندن است. گیلا گاملیل وزیر اطلاعات اسرائیل، اصلی‌ترین عضو کابینه بنیامین نتانیاهو است که موضوع ایران رو دنبال می‌کنه. دقیقاً چند روز پیش جلسه‌ای در آستانه سالگرد یک فوت، تنین یک فراخوان، نشستی که تدارک می‌بینند تا به نام آزادی و حقوق بشر، اسرائیل از آنها حمایت می‌کند، ناامنی و خشونت را در خیابان‌های ایران ببینند. این تنها تلاش سازمان‌های جاسوسی از خارج برای ایجاد بحران در داخل نبود. شناسایی تشکیلات شاهین زحمتکش معروف به شاهین لو یکی از این تلاش هاست. ما باید بریم حمله بکنیم، باید مسلح کنیم. او در دانمارک به همراه سیامک تدین در هلند از طریق فضای مجازی اقدام به شبکه سازی برای عملیات تروریستی در داخل کشور می کند. فالوشون داشتم که استوری گذاشتن که برای عضویت
بیش از 43 بمب از تشکیلات آنها کشف شده که برای حمله به مردم آماده شده بود. براتونم طرف یه گوشه نشسته بوده تو ایران، بعد داشته رپ دنبال میکرده. آقا مثلا این رپ داشته دنبال میکرده، اونم تو آهنگ خونده ما خیلی خفنیم، ما از همه زورمون بیشتره، تو رپرها رو دست ما پیدا نمیشه از این چیزایی که توی آهنگاشون میگن. اینم داشته گوش میکرده چه خفن چقدر با ای گرفه ریل عوض شده، میگه بریزید تو خیابون آتیش بزنید. اینا هم تحت تاثیر قرار گرفتن. بسیاری از کسانی که چرا طرف میگفته سلبریتی، صداش هم که داره پخش میشه، کسی هم که حذفش نکرده، تو اینستاگرام ایران داره فعالیت میکنه، حتما من باید الان این کارا رو انجام بدم و حتما همه جای دنیا سلبریتی ها از مردم این حرفا میخوان. نه، تو فرانسه زمانی که آشوب اتفاق افتاد تقریبا بخش قابل توجهی از سلبریتیشون تاکید میکردن که با این اعتراضات همراه نشید. اینجا ماجرا برعکسه، این اراذل لوباش میان اقدام انجام میدن. 40 تا بمب ساخته شده، بیش از 40 تا، حالا عددش دقیق گفتی گذاشت من الان حضور ذهن ندارم، که این شبکه متلاشی میشود. بریم با ادامه‌اش همراه بشیم. حداقل فکر کنم 15 تا بفرستم فعلا داشته باشین، حالا توی مثلا چه میدونم توی یه ماه بزنیم دیگه. گفت مثلا تو کمبینزی مثلا که استفاده این شبکه. آقا دقت کردی چی شد؟ این بمبی که فرستاده رو گفته ببر تو پمپ بنزین استفاده کن، نه تحلیلگر. اینا فقط میخوان علیه مثلا نیروهای نظامی استفاده کنن. والا داداششون داعش که اومده بود رفت تو زیارتگاه استفاده کرد و مردم رو زد تا جایی که ما یادمونه. بقیهشون هم اونجایی که من حضور ذهن دارم هشتگ میزدن خرابکاری شرافتمندانه، میگفت بنداز گردن جمهوری اسلامی، تو بنداز گردنش، بقیهش با ما. ما میره میگیم کار خودشونه، تو اقدام بکن، ما میگیم کار خودشونه. درست یا نه؟ بریم ادامه شو. شناسایی و دستگیر شدن. اما وزارت اطلاعات یک تشکیلات پیچیده دیگری را هم در اصفهان شناسایی می‌کند، گروهی که از طریق فضای مجازی شبکه سازی کرده، ایجاد تجمعات غیرقانونی، برهم زدن نظم عمومی، پخش میخ در اتوبان و اجرای مأموریت سازماندهی آسیب دیدگان اختشاشات برای تقابل میان حکومت و مردم، همه به سرکردگی این فرد سبا لطیفی. او که با سناتورهای آمریکایی از جمله الیزابت هرناندز ارتباط دارد، ارز دیجیتال را تبدیل به اسکناس کرده و به مهره‌های خود در داخل رسانده. یا این تصویر از مازندران، کار عمده ساخت مواد منفجره. افرادی که توسط این فرد با شخص رضا و فرح پهلوی و همچنین گروهک منافقین در سوئد ارتباط داشتند. ارتباطی با رضا پهلوی و فرح پهلوی داشتم، برنامه‌ریزی کردیم برای روز 25 کوکتل مولوتوف برای آتش زدن معابر و بعضی از اماکن. این دو نفر هم در قزوین، گروهک منافقین آنها را اخفال می‌کند. من قبل از اینکه این دو تا صحبت کنم یه نکته خدمت شما عرض می‌کنم. قبلی دیدین چی شد؟ قبلی گفتش که هم با گروهک منافقین، حالا سنی هم ازش گذشته بود، گفت هم با گروهک منافقین همکاری می‌کرد هم با رضا پهلوی. ببینین چه جوریه؟ یکی از اینها قبلا براتون گفتم تو یک فایل صوتی گفته بود من اومدم، دعوا شده بود با گروهک منافقین. حالا دعوا سر چی بود؟ میگفت من رفتم نیرو آموزش دادم، بعد به این پول دادم، برای من شعار نویسی کرده رو خیابون رو در دیوار، بعد متوجه شدم دیگه با من فعالیت نمیکنه، پیگیر شدم ببینم داستان چیه، فهمیدم گروهک منافقین بیشتر داده، این رفته برای اونو کار میکنه. حالا اینا، این یارو از همه اینا رنتر بوده، این دو جانبه کار میکرده. مثلا میگفته آقا میرم من که امشب دارم میرم یه شعار برای این بنویسم، یه شعارم برای اون مینویسم، یا مثلا جاوید شاه اینور میگم میفرستم برای رضا، یه دونه هم میفرستم برای مریم، مثلا نه چیچی نه چیچی، فقط مثلا چیچی چیچی، اینا میفرستم ببینم. این دو جانبه بوده پدر سوخته. ادامهشو ببینیم. میدونید نکتهش کجاست؟ این وسط هر کسی ار رسیده داره سر اون یکی کلا میذاره. آقا مثلا ایران کجای داستانتون تعریف میشه؟ اصلا مفهومی نداره، اصلا مفهومی نداره. یه سری بیشرف دور هم جمع شدن، هر کدوم ما نگاه میکنین داستان خودش براش مهمه. ادامش رو ببینیم. عکسش روی گوشه زن بود، منافقی منو قول زدن. کسانی که سال گذشته در اختشاشات با اسلحه حاضر شدن و چند نفر را کشتن، اصلا دست رضا بود که حدود 2 تا 3 مأمور زخمی کرد. حالا برای سالگرد برنامه داشتن، خواستش که مثلا هر 4 نفر مسلح بشیم، ولی خب شخص نمیخواست که مثلا تو بس کشتن باشه. گفت وانگ چجوری آتیش بزنیم؟ گفت دیواراش آتیش بزنیم.
این کشفیات نیز از استان ایلام است. اسلحه، چاقو و نشانهای سلطنت طلب ها. افرادی که گفته بودند با اسلحه به اغتشاشات خواهند رفت و برای این خشونت از چه کسانی دستور خواهند گرفت. من شروع به فعالیتم مستقیماً با رضا پهلوی در ارتباط بودم. یا در گیلان، سربازان گمنام امام زمان در استان گیلان یک تیم 12 نفره را که سال گذشته در آشوب‌های خیابانی حضور میدانی داشتند شناسایی می‌کنند. آنها قرار بود امسال نیز پروژه ناامنی را دنبال کنند. سردسته‌های آنها نیز در خارج از کشور آموزش براندازی دیده و با آوردن مبالغ قابل توجهی پول به تحریک خانواده جان باختگان و احساسات افکار عمومی می‌پرداختند. کشف مقادیر بسیاری اسلحه، نارنجک و مهمات در کردستان. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فراجا سر به زنگاه یک شبکه تشکیلاتی وابسته به گروهک‌های تجزیه طلب کرد را شناسایی کرده. جلسه‌ای با هدف برنامه‌ریزی برای آشوب خیابانی که 3 نفر از اعضای رده بالای گروهک‌های تجزیه طلب در آن حاضر بودند. خیلی خوب، بخشی از این گزارش رو دیدیم، ادامه‌اش رو با هم مرور خواهیم کرد. 2 نکته باید خدمت شما عرض کنم. 1، ضعف دستگاه قضایی ایران در برخورد با این ماجراها داره. من خدمت شما ساده میکنم. آقا چند نفر بازداشتی داشتیم در آشوب‌های امسال؟ هزینه که به کشور وارد شد چقدر بوده؟ آمبولانسا رو جمع بزن، خودروی آتش نشانی رو جمع بزن، بانک‌ها رو جمع بزن. ببین اگه قرار بود مثلا موشک رو سرت بریزن، از رژیم صهیونیستی آمریکا اگه قرار بود با کشورت حمله کنن موشک بریزن. کشته های آشوبات از 2 طرف رو جمع بزن، انقدر کشته میگرفت. بانک هایی که آتیش زده شد، خودروهایی که آتیش زده شد، خودروی آتش نشانی و خودروی آمبولانس و پلیس و اینا جمع بزن، انقدر خودرو آتیش میگرفت اگه حمله مثلا موشکی به ایران میکردن. پس اینا خسارت سنگینی زدن، درسته؟ خسارت یک جنگو زدن. 2 کار قوه قضاییه باید انجام میداد. 1، فعالیت مجازی هر کسی که در این آشوب ها ایفای نقش کرده بازداشت شده باید حداقل به مدت 5 سال متوقف بشه. آقا شما حق نداری در فضای مجازی فعالیت داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی الان از کجا میخوای بفهمی؟ بذار کارشو بکنه، زندگیشو ببره جلو، آنجایی که متوجه شدین داره کاری میکنه این هم در پروندهش لحاظ بشه. تحلیلگر خیلی بی‌رحمانه است، میدونم بی‌رحمانه است. مقایسه بکنید با یه حمله موشکی به ایران چقدر میتونست آسیب بزنه. از 2 طرف کشته شدن، عده دیگه از دعوت میکنن به سلاح بردن و اینا، از 2 طرف عده آسیب میبینن دیگه وقتی فضا خشن بشه. پس کارشون جنایته. نکته دوم، این همه هزینه رو دست کشور و مردم گذاشته شد، از بیت المال و از جیب ما باید پرداخت بشه؟ این همه آدم بازداشت کردی، بین اینها نمیتونی تقسیم بکنی؟ از اینا هزینه‌ش رو بگیری، رمزارزش رو این آقا گرفته جیبش گذاشته، خرج ساختمون ها و خودروهایی که آتیش گرفته رو میخوای از بیت المال مردم ایران بدی؟ همچین سازوکاری باید تعریف بشه. وقتی تعریف شد، حالا آنهایی که دارن آشوب میکنن، آنهایی که دنبال این هستن عکس بچه شاهو بزنن مثلا روی فران دیوارو شعار بنویسه به نفع مریم منافق فلانجا، این میفهمه که حالا باید هزینه‌ش رو پرداخت بکنه. بریم ادامه‌اش رو ببینیم. کشف بزرگترین محموله توسط قرارگاه حمزه سید الشهدا در شمال غرب کشور با 18000 باتوم، 53000 شوکر، 54000 انواع چاقو زامندار و سلاح‌هایی که قرار بود اتاق بحران برای ناامنی در ایران تدارک ببیند. شناسایی گروهک‌های تروریستی و سلاح‌هایی که قرار بود در ناامنی‌های آینده استفاده شود و از 1 سالگرد بحران‌سازی و بی‌ثبات‌سازی کشور بیرون آید تا در نهایت کشته‌سازی صورت گیرد و سپس افکار عمومی تحریک و سایر خیابان‌ها و شهرها شاهد بحران شود و نظام متهم آن. در زمانی که دولت تلاش می‌کند از ظرفیت‌ها برای افزایش تعاملات بین‌المللی و کاهش معضلات اقتصادی استفاده کند، باید مشغول این بحران‌ها شود که با تلاش، هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی. خیلی خوب، بخش از این گزارش رو با هم دیدیم. یکی دیگه هست، یه نمونه دیگر با هم بررسی کنیم. فرد دیگری که تو همین داستان و تو همین ماجرا بازداشت شده، این مربوط به کاشمر هست. تاثیر مثل آقا را گرفتن این آجار در فیلم دیدم که کردم چه خبر بکردم با این یک کار هر که برسه همه تن اقل عدو کنم. خیلی خوب، بخشی از صحبتش دیدیم. میگه من تحت تاثیر اینستا قرار گرفتم فیلم بازداشت شده روی صحبتی من مشاهده کنید. رفتم بالا سرش، پیداش کردن
و سلاحایی که داشته، امکاناتی که داشته رو ازش گرفتن. روی صحبت من دارید این فیلم رو مشاهده میکنید؟ بله، ادامه صحبتش رو ببینیم. خیلی روز اینترنشنال همجوری یک از پوستاش دیدم تو اکسپلور، این تا کلیپ تو اینترنشنال دیدم تا تاثیر قرار گرفت. نکنن این کارا رو جیمی مرس آخر آقاد ند خانم خود جاگه بوله خود جام، مثلا ما خود جاگه بوله خود جام میاند دقیقا فکر نه رو باشه. خیلی خوب این ویدیو رو با هم دیدیم، میگه آقا این کارا رو نکنید. من رفتم تحت تاثیر سود اینترنشنال قرار گرفتم. اگر کسی به فکر خودش نیست، به فکر پدر و مادرش باشه و بدونه که این کارها به اصطلاح خودمون آخر قوت نداره. تحت تاثیر فضای مجازی بوده. رضا پهلوی و محسن اجداد قمکلا و مریم منافق هم تحت تاثیر فضای مجازی بودن. چرا این بدبخت باید هزینه‌شو بده؟ چرا این بیچاره باید هزینه‌شو بده؟ اون کسی که توی ایران جو گرفته رفته مثلا با اینا کار کرده، چرا اون باید هزینه بده؟ کسان دیگری هستن که این سالها پدر سوخته بازی در آوردن، سعی کردن شست مخفنی بگیرن، اونا باید هزینه‌شو بدن. کمی صبور باشید، این ماجرا خاص‌تر، ویژه‌تر و جالب‌تر خواهد شد. نکته دیگه ندارم. اگر بحثی بود حتما در قالب پیام برام بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام‌های ارزشمندشون کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.